kebek kocası. Kimi düne kebek kocası? Kocası? Kanadı, aferin. بچه یه استانی در کانادا داریم به نام کبک ها؟ یه شهری هم داریم به نام کبک، یه رودخانه هم داریم به نام رودخانه کبک. سال 1907 یک مهندس عمران آمریکایی بیشعوری به نام تئودور کوپر اومد روی رودخانه کبک یه پلی نصب که قطار بیاد بره. زمانی که کارگران مشغول کار بودن و مشغول پرچ کردن سازه های این پل بودن، متوجه شدن که این ور دارن 20 تا 30 تا پرچ میزنن و این سازه ها رو به هم وصل میکنن، پشت سرشون 10-15 تا از پرچ ها داره میکنه. 20 تا پرچ می زدن 10 تاش کنده می شد، 30 تا می زدن 20 تاش کنده می شد. ظرف مدت 8 ساعت که این پل در هم پیچیده شد به دلیل طراحی و دیزاین غلط این آقای تئودور کوپر، 78 نفر، معذرت می خوام، 87 نفر کشته شد توی اون 8 ساعت اول. 87 نفر انسان کشته شد. این آدم چرا بهش میگم احمق؟ چون دست از لجاجت بر نداشت، دوباره اومد، حالا با اون روش ها یا اون افرادی که میشناخت، اصرار کرد به این که من این پلو بازسازی میکنم. 2.5 سال بعد دوباره اومد این پلو روی رودخانه کبک بزنه. توی حادثه بعدی 13 نفر کشته شد. بعد از مدتی کلی اعتراض شد به این قضیه که این مهندس عوض شد، دوباره سرکلک پیدا شد. بعد از 4 سال دوباره به اصرار ایشون این پل به قول خودش با اصلاحاتی که انجام داد این پل نصب شد، اما متاسفانه در اولین حرکتی که قطار آمد رد بشه 168 نفر کشته شد. حتما اینو بعد از صحبتای من رفتید خونه تو گوگل اینو سرچ کنید تحت عنوان حلقه فولادی. سازمان نظام مهندسی کانادا از بعد از حادثه سوم اومد چه کار کرد؟ اومد این پولو برداشت، تبدیلش کرد به میلیون ها قطعه حلقه، حلقه فولادی. اینا رو از داخل تراش داد، از بیرون با همون زمختی اولیه خودش بود. به هر مهندسی که در کانادا فارغ التحصیل میشد، بالاترین درجه ورود به صحنه نظام مهندسی در کانادا به اون فرد اعطاء این حلقه است که این حلقه فولادی که قطعه از اون پل خراب شده است، اینو دستت کن که هر وقت نگاش کردی بدانی که مسئولیت تو چیه، بدانی که جان چه انسانهایی زیر این حلقه است و اندیشه تو. حلقه دوران عقد، حلقه ازدواج، هزاران بار از این حلقه فولادین نظام مهندسی کانادا حساس‌تر و مسئولیت زاتره. هزاران بار، هزاران بار. شما مسئولیت دارید.